چهار سال پیش بود، اولین باری که اومده بودم نمایشگاه کتاب بعد از آشنایی با شهید ابراهیم حدیر بود. از سفر مشهد برگشته بودم، تازه کتاب شهید ابراهیم حدیر رو مطالعه کرده بودم و اومدم نمایشگاه کتاب و رفتم غرفه انتشارات شهید ابراهیم حدیر و اونجا با کتابای بیشتری از اون انتشارات آشنا شدم و باعث شد که با شهدای دیگر هم آشنا شدم. یعنی خود شهید ابراهیم حدیر باعث شد که من با شهدای دیگر هم آشنا بشم. اون موقع اومدم نمایشگاه کتاب و تازه با شخصیت آقا ابراهیم آشنا شده بودم، هنوز حجاب نداشتم و اون موقع از من مصاحبه گرفته بودن و خیلی برای خودم خیلی جالبه تغییر چهار سال پیش که وقتی تازه با آقای ابراهیم آشنا شدم و الان که اینجا با حجاب هستن. خانم مارگاریان، سوالم از شما اینه که چه چیزی باعث شد که شما اسلام بیارید؟ اون اصلی ترین موضوع که وجود داشت؟ اینو برها گفتم که مهمترین چیز بوده که رفتار و اخلاق مسلمان ها بوده، چون مهمترین چیزی که میتونه آدم رو جذب دین بکنه اخلاق و رفتار آدم هست. ما اگر بتونیم اخلاقمون و رفتارمون رو درست کنیم، ناخودآگاه همه رو جذب خودمون میکنیم و این کارم باعث میشه که جذب دینمون بشن دیگران. در رابطه با شهید ابراهیم حدیر، اینطور که گفتی فکر میکنم خیلی رابطه خوبی با شهید دارید، از نظر اینکه به واسطه این شهید بیشتر آشنا شدید با اسلام و مسلمین و علاوه خصوص شیعیان. اینطور که متوجه شدم، چه ویژگی هایی توی شخصیت شهید ابراهیم حدیر شما دیدید که باعث شد شما بیشتر علاقه پیدا بکنید به اسلام؟ شهید ابراهیم حدیر همه ویژگی های خوب رو دارن. این که فرقی نمیذاشتن بین مسیحی و مسلمون، وقتی میخواستن کمک کنن نگاه نمیکردن که فقط به مسلمون کمک کنن، به مسیحی هم کمک میکردن. این که سرزنش نمیکردن آدم ها رو، وقتی میدیدن یک جوان گناهکاره، یک جوان اشتباه داره میکنه، کمکش میکردن که از اون گناه در بیاد، به راه راستش کمک میکردن که بره سمت راه درست، ولی بدون سرزنش. این خیلی مهمه که ما وقتی میخوایم به آدم راهنمایی کنیم بدون سرزنش این کار رو بکنیم، مگه نه از خودمون و از دینمون زده میکنیم اگه بخوایم با سرزنش. همونطور که فرمودید، بعد از اینکه تحقیق کردید و به اسلام روی آوردید، مذهب شیعه رو انتخاب کردید و شیعه 12 امامی رو برگزید. میخوام بدونم چرا به سراغ فرقه ها و مذاهب دیگه ای از دین اسلام نرفتید؟ حقیقتا یه مدت دو دل بودم، ولی بعد از تحقیق کردن با اینکه در مورد اهل تسنن تحقیق کنم، به نتیجه رسیدم که زندگی من بدون اینکه ولایت امیرالمومنین رو قبول داشته باشم برای من معنی نداره.